به نام خدای مهربان، عرض سلام و وقت بخیر تقدیم همه شما کسایی که ما را از شبکه اینترنتی جهانی روستا بیننده هستین. امیدوارم که همیشه جور و صحتمند و سلامت باشید. امروز شنبه 15 قوس 1399 هجری خورشیدی مطابق با 5 دسامبر 2020 میلادی مسابقه کتابخوانی از طرف مجمع علما و طلاب جاغوری برگزار شده که شما در تصویر مسجد جامع ولیعصر بازار انگوری را میبینید که مسابقه هم در همین مکان برگزار شده. من میخوایم همراه برگزار کننده ها و همراه اشتراک کننده ها صحبت کنم. تشکر و سپاس که تا آخر برنامه ما را همراهی میکنید. بنده های عزیز شبکه روستا، میخوایم امروز یک از شاگردان مکتب و از جمله کسایی که در این برنامه به این مسابقه شرکت کرده بود صحبت کنم. سلام. سلام، خوبین؟ سلامتین؟ تشکر، زنده باشین. خوش باشین. یک کوتاه معرفی کنید خود بلده بینده از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. ما سرایا ولی‌زاده ایم از لیسه آل صالحی زیرک و داوطلبانه در این امتحان شرکت کردم. و خیلی عالی. چطور بود مسابقه؟ خوب بود، سوالای آسان بود و دینی عقایدی خیلی خوب بود، آسان بود سوالش دیگه. کدام کتاب را بلدیشون توضیح کرده؟ آموزش عقاید. چند برگ و چند صفحه بود کتاب؟ برگه فکرم 190 صفحه بود. 170 صفحه بود کتاب. چند روز وقت داده بود بلدیشون؟ یک هفته مکمل وقت داده بود تا ما بتونیم کتاب را بخونیم. گفتین صنف چند مکتبی؟ صنف 9 مکتبی. صنف 9 مکتب، عالیه. مکتب شما تعطیل شده فکر کنم؟ تعطیل شده. چطور بود این سال مکتب؟ مکتب خو وضعیت درس؟ وضعیت درس خوب بود، اما خیلی ناوقت روش درس نتونستیم به صورت مکملش درس بخونیم. خب چی برداشت کردی از این کتاب و از این مسابقه؟ برداشت مثلا عقاید و درباره خداوند زیادتر شناختیم و شناختی از خود و خداوند داشتیم. خیلی عالی. دیگه در اوقات فراغت، در فری تایم که شما دارین مطالعه دارین؟ دارین. در مکتب کتابخانه هست؟ هسته. استفاده از کتابخانه دارین؟ استفاده از کتابخانه پارسال داشتم، اما امسال که ماش بلده مو مسئول کتابخانه دیدن هم شد، کتابخانه خودش بسته شده. خیلی عالی، موفق باشی. تشکر، زنده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما زیاگل بنت عبدالله هستم، در مکتب لیسه فاطمه عشقی داود درس میخوانم. امروز میخواستم در این برنامه ای که به نام آموزش عقاید امتحان بود شرکت کنیم و استادا بسیار ما را تشویق نمودن که ما شرکت کردیم. بسیار زیاد تشکری میکنیم. چطور بود مسابقه خوبش بود که بسیار سوال های آسان آورده بود و ما تانیستیم اون را حل نماییم و ببینیم که نتیجه ما چی میشه. چند روز فرصت داشتیم که کتابش بخونیم؟ استاد که بود کتاب را به ما در روز دوشنبه داد و گفت امتحان که است در روز شنبه است و ما اونقدر وقت نداشتیم که زیاد تصمیم بگیریم، اما بازم خوب شد، خواندیم و کتاب آسانی بود. بله، ما قبلا هم مطالعه داشتیم، پارسال هم بود امزی بخش ریاضی، کیمیا، فیزیک بودک
در امزی بازار انگوری که بود امتحان داشتیم شرکت کردیم و نتیجه بسیار خوبی گرفتیم دیگه. بله در مکتب ما کتابخانه وجود است اما زیاد دسترسی شاگردا که هست قرار نداره. در اوقات بیکاری وقتی که شما بیکاری از مکتب خانه هستین یا در جای دیگه بله وقتی که ما در قید فراغت هستیم میتونیم که دیگه کتاب ها را مطالعه کنیم و بسیار کس از آنها وقتی که را مطالعه میکنیم ما بسیار معلومات ما زیاد میشه. از این مسابقه امروز ما پیام گرفتیم که ما باید در دین خود چه کارهایی را انجام بدیم و با دین خود کسی بیشتر آشنا شدیم و امامان خود را بیشتر شناختیم و انسانی باید چه رقم رفتار کند و اونها را دانستیم. سلامت باشی، زنده باشی. بنده حمیدی هستم از اعضای تیم اعزامی مجمع فرهنگی علما و طلاب جاغوری در این قریه بودیم. آقای حمیدی، میخواییم معلومات داشته باشیم در رابطه با برگزاری یه مسابقه کتابخوانی. خب، این مسابقات یکی از برنامه های تیم اعزامی مجمع فرهنگی علما و طلاب جاغوری بوده. برنامه های دیگری هم داشته به صورت کارگاه های آموزشی هماهنگ با آمریت محترم معارف جاغوری و این مسابقه یکی از مسابقات بوده، یکی از برنامه ها مسابقه برای معلمان هم بوده. جاغوری در 9 حوزه تقسیم شده، امروز آخرین حوزه رو ما امتحانش داشتیم که نامه گری بود و بالای 2000 نفر تا هنوز در مسابقات شرکت داشت. در چه موضوعات شما کتاب توزیع کردید؟ مسابقه برگزار کردید؟ کتاب برای معلمان انضباط مثبت نام کتاب بوده که تهیه شده دفتر منطقه‌ای سازمان یونسکو هست که جز منطقه‌ای که در اون کتاب لحاظ شده افغانستان هم بوده و کتاب دیگر آموزش عقاید نوشته یکی از اعضای مجمع، نوشته استاد جواد برهانی بوده، آموزش عقاید برای دانش آموزان. بله، تا هنوز را که شما این مسابقه را برگزار کردید در حوزه های مختلف چگونه حس کردید سطح آگاهی شاگردان را و سطح اینکه شاگردان چگونه مطالعه کردند؟ سطح آگاهی شاگردان به شدت متفاوته، یعنی معلومه اون کسایی که مطالعه جانبی داره اونا خوب ظاهر میشه و اونایی که مطالعه جانبی نداشتن یعنی عادت به کتابخانی نداره اونا ضعیفتر ظاهر میشه. منتها کاملا مشخصه اونی که کتابخانه او بهتر ظاهر میشه و اونی که باری اول کتاب میخونه او کمتر. در مورد خود مجمع علما و طلاب جاغوری خیلی مختصر معلومات بدید. مجمع علما و طلاب جاغوری متشکل از همه اون کسایی که از جاغوری در قم درس میخونه و در سال 1384 تشکیل شده، حدود 16 سال زحمات و خدمات زیادی داشته. یکی از خدمات این بوده که در سالی که غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد باید برای معرفی غزنی کار میشد و اونجا مجمع فرهنگی علما و طلاب جاغوری یکی از کارهایش این بوده که غزنی را در کتاب به 4 جلد که هر جلد حدودی 500 صفحه اینا هست غزنی را معرفی کرده و غرفه مجمع فرهنگی علما و طلاب جاغوری در غزنی شلوغتر از غرفه خود دولت افغانستان حتی بوده. برنامه مسابقات کتابخوانی را قبلا هم داشتیم؟ سال گذشته داشتیم ولی اونجا نقش مجمع فرهنگی علما نقش همکار بوده. این سال به ابتکار خود مجمع برگزار شده، اولین مسابقه هست و در سالهای آینده انشالله در نظر داریم که این کار ادامه پیدا کنه، چون ما با استقبال بسیار خوبی مواجه شدیم، بالای 2000 نفر تا حالا در مسابقات شرکت داشتیم. خیلی عالی، سپاس. خواهش میکنم، متشکرم از شما که زحمت میکشین و اطلاع رسانی میکنین.